یعنی گلایی میخورد که یک گلر آماتور نمیخورد. من بعد چیکار میکردم؟ بعد میگفتم آقای بیرامن شما این گلره که خوردی یک گل بخور بدتر از این، بهتره که اینه. بعد میگفتم نه، برای شما کارشناس فوتبال من بهش گفتم که آقای بیرامن کپسول آتششانی بدارن اینجا میخوره توپ بهش بر میگرده، تو این کپسول هم نیستی. بیرامن بعد به گفته خودش به من گفتش که آقا وحید زمانی که این حرف رو به من زدی من رفتم کار کردم، کاری کردم که این حرف از گوش من برداشته بشه. و خب رفت جام جهانی، رفت پنالتی آقای رونالدو رو گرفت، یعنی همون کپسول آتش نشانیه. همون باور نمیکنی اگر بیراوند معرفت داره، وجود داره، اگه این حرف من رو تایید نکنه من دیگه اصلا نسبت به همه گلرا نظرم عوض میشه. وجود داشته باشه بگی، همینجور که الان من دارم میگم اونم وجود داشته باشه بگی که آیا باعثش این بود یا نه. شما الان میومدی میگفتین بیرامد شما مثلا این توپو اینجوری گرفتی، اگه مثلا این حرکت رو انجام بدی بهتر میگیری. اینجوری من جلو میرم، هر کسی یه جوری. آقا الان 14 تا شاگرد داری گفتی، آقا با اونا که نمیتونی اینجوری با همه فنی میگی دیگه. نه فنی هم میگم، جوری دیگه هم باشه میگم، ولی میگم تفهیم میکنم. آن تا آقای بیراوند نمیتونستیم بهش تفهیم کنیم، اینجوری گفتیم. بیراوند هم به ضررش نشد، خودش هم اگر نگه که این حرف رو من زدی به خدا افردا پشت سرش حرف میزنم. اگه بگه وحید به من نگفت، من به وحید نگفتم باعث بانی کار خوب من تو شدی، وجود نداره، مرد نیست.